آرایش نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در دست تغییر است. یکی از آنها بسته شدن سه پایگاه نظامی این کشور در قطر و انتقال آنها به اردن. کمپ های سیلیه، سیلیه جنوبی و فالکون 78 که ایالات متحده عمدتاً از آنها برای انبار مهمات و عرضه‌شان به نیروهایش در خاورمیانه استفاده می کرد. به عنوان مثال در کمپ سیلیه 27 انبار وجود دارد که محل نگهداری تانک، نفربر زره پوش و دیگر تجهیزات نظامی بودند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته و با ادامه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام، تقابل نظامی بین شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش آمریکا در عراق و سوریه رو به افزایش بوده. بنابراین طبیعی است که ایالات متحده بخواهد با دور کردن پایگاه‌ها و نیروهای خود از برد موشکی ایران از این امر جلوگیری کند. البته این تغییر و تحولات در منطقه تحت مسئولیت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تنها مختص به قطر و دور شدن از ایران نیست. تمرکز ایالات متحده و همپیمانان ناتو پس از سالها مقابله با تروریسم و جلوگیری از شورش در خاورمیانه به مقابله با خطر چین و روسیه معطوف شده. به همین دلیل پس از حدود 20 سال حضور نظامی در افغانستان، ایالات متحده در حال خروج تمام نیروهایش از این کشور است، طبق برنامه ریزی های انجام شده تا آخر ماه آگوست سال میلادی جاری. شاید مهمترین آنها تخلیه کامل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو. حالا این پایگاه تحت کنترل نیروهای افغانستان است. واگذاری پایگاه هوایی بگرام به نیروهای امنیت ملی افغانستان نقطه عطفی است در خروج نیروهایمان و حضور اندک آنها در این کشور. تمرکز حضور ما در دوره پیش رو بر 4 مورد خواهد بود: محافظت از حضور دیپلماتیک در افغانستان، تأمین امنیت فرودگاه بین المللی حامد کرزای، کمک و دادن مشاوره به نیروهای امنیت ملی افغانستان و حمایت از تلاش‌هایمان برای مقابله با تروریسم. اما مردم افغانستان نگران از آینده کشورشان هستند و قدرت گرفتن طالبان. والا تشویش خود تنها از من، تمام افغانستان تشویش به ای دارن که اگر ای نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوه، طالبا و افغانستان تصرف میکنه و هیچ مردم افغانستان، هیچ فرد افغان از طالبا رضایت کامل نداره. از سوی دیگر ایالات متحده به دنبال خروج سامانه‌های دفاع هوایی موشکی پاتریوت از خاورمیانه هم هست، من جمله از عربستان سعودی، کویت، عراق و اردن. تحولاتی اساسی که نشانگر تغییر اولویت‌های استراتژیک برای آمریکا و همپیمانانش است و از سوی دیگر سیاستی برای بازداشتن ایران از استفاده از قدرت موشکیش به عنوان اهرمی در مذاکرات. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.